سلام دوستای عزیزم امیدوارم حالتون خوب خوب باشه در این ویدیو میخوایم بهتون بهترین مکمل های گیاهی و دارویی برای درمان دیابت رو بگیم پس تا آخر این ویدیو در فارسی همراه ما باشید یه نکته یا بگم که لطفا دوستانی که به تازگی همراه ما شدن لطفا ما رو سابسکرایب کنن و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنن در این ویدیو ده نمونه از بهترین خوراکی های گیاهی و مکمل دارویی و میگیم که بر اساس های اخیر دانشمندان در میان بهترین گزینه های خوراکی برای مبتلایان به دیابت قرار داده شدن. یک گینما هر زمانی که میخواهید دارویی در ارتباط با کاهش قند خون خود مصرف کنید باید حتما این کار را تحت نظر پزشک انجام دهید چرا که پزشک متخصص با اندازه گیری سطح قند خونتان دوز مناسبی از آن دارو را به شما تجویز خواهد کرد. اگر بعد از گذشت یک یا دو ماه نتیجه حاصل نشد، بهتر از پول خود را با خرید داروهای گیاهی یا مکمل مورد نظر هدر ندهید. دوز رایج گیاه گینما 200 تا 250 میلی گرم و دو بار در روز است. گینما گیاهی هندی و به معنای از بین برنده قند است. توانایی شکستن و کاهش میزان قند را دارد و یکی از قوی ترین ها است که برای کنترل قند خون مورد استفاده قرار می گیرد. این امکان وجود دارد که با افزایش فعالیت آنزیم ها به سلول ها برای استفاده از گروکوز کمک می کند و یا باعث تحریک ساخته شدن انسولین می شود. از آنجایی که هنوز پژوهش های کافی در این زمینه به انجام نرسیده به همین دلیل نیز از اثرات جانبی احتمالی آن اطلاعات چندانی در دست نیست. دو خیار چنبر تلخ دوز رایج آن 50 تا 100 میلی گرم معادل 3 تا 6 قاشق غذاخوری از آب آن و به صورت روزانه به نظر می رسد که خیار چنبر تلخ به زلولا در مصرف موثر گلوکوز کمک می کند و از جذب قند خون توسط روده جلوگیری به عمل می آبرد. زمانی که پژوهشگران فیلیپینی به مدت سه ماه خیار چنبر ترخ را به صورت کپسول درآوردن و آن را به بیماران خود دادند در مقایسه با افرادی که داروهای مشابهی مصرف میکردن به طور ثابت قند خون پایینتری داشتند یکی از اثرات جانبی مصرف آن میتواند مشکلات گوارشی باشد 3. منیزیوم دوز 250 تا 300 میلیگرم یک بار در روز در میان افراد مبتلا به دیابت کم بوده منیزیم دیده می شود که این امر خود باعث افزایش قند خون و به هم خوردن تعادل انسولین خواهد شد. برخی از مطالعات پیشنهاد می کنند که مصرف منیزیم می تواند در عمل کرده هرمون انسولین موثر باشد. حال آنکه برخی دیگر از مطالعات آن را بی اثر می دانند. پزشک کتمن و پیش از تجویز چنین مکملی سطح منیزیم در بدن شما را اندازه گیری می کند. میوه کاکتوس دوز رایج آن اگر آن را به عنوان میوه مصرف می کنید نصف فنجان از میوه پخته شده را روزانه مصرف کنید در این صورت دست و عمل روی مکمل گیاهی را مطالعه و طبق آن عمل کنید برخی از مطالعات که تعداد آن زیاد نیستند تاثیر میوه این گیاه در کاهش میزان قند خون را نشان دادند احتمال دارد که در برخی میوه فروشی ها بتوانید این میوه را خریداری کنید اما به سراغ آب یا پودر آن در مغازه ها نروید. پژوهش ها نشان دادند که خود میوه به دلیل ترکیباتی که بسیار شبیه انسولین عمل می کند می تواند در کاهش قند خون موثر باشد. 5. اسید گاما لینولنیک دوز رایج آن روزانه 270 تا 550 میلی گرم است. اسید گاما لیلون لیلی که به GLA نیز معروف است در روغن گل پامچال یافت می شود. مطالعات انجام شده نشان داده که این ماده می تواند از دردهای اعصاب مرتبط با دیابت نقش داشته باشد. 6. کروم دوز رایج روزانه 200 میلیگرم. تصور می شود مواد معدنی در فعالیت انسولین نقش دارد. همچنین در عمل کرده بهتر کربوهیدرات، چربی، پروتئین و سوخت آساز بدن نیز موثر هستند. برخی از مطالعات انجام پذیرفته نقش آن در تعادل میزان قند خون را نیز موثر میداند اما این موضوع تنها در مورد افرادی صادق است که با کمبود کروم مواجه هستند. 7. بیلبری دوز رایج آساره استاندارد آن 80 تا 120 میلی گرم و دو بار در روز. هم در میوه هم در برگای بیلبری مقادیر قابل توجهی آنتی اکسیدان وجود دارد به نظر می رسد که از آسیب رگهای خونی جلوگیری به عمل می آورند که این امانع ام از آسیب اعصاب چشم و خصوصا شبکیه می شود. پژوهش های انجام شده بر روی حیوانات نشان دادند که بیلبری می تواند در کاهش میزان قند خون نیز نقش زیادی داشته باشد. 8. اسید آلفا لیپوئیک، دوز رایج روزانه 600 تا 800 میلی گرم. اسید آلفا لیپوئیک به اختصار ALA نیز خوانده می شود. این ماده ویتامین مانند بسیاری از رادیکال های آزاد را خونسا می کند. رادیکال های آزاد که باعث افزایش قند خون می شوند می تواند به اصاب و سایر ارگان های بدن آسیب برساند. ALA می تواند به سلول ها در دریافت قند خون کمک کند. در پژوهشی به چهل بزرگسال سال های ALA و یا داروهای مشابهی دادند. پس از پایان چهار هفته افرادی که مکمل های ALA را مصرف می کردند، تا 27 درصد در وضعیت تعادل انسولین خونشان بهبود حاصل شده بود این در حالی است که افرادی که از نمونه مشابه استفاده کرده بودند هیچ نوع تغییر مثبتی در وضعیت قند خونشان مشاهده نشده بود سایر مطالعات انجام پذیرفته شده نقش آن را در کاهش دردهای عصبی بیحسی و سوزش را نشان داده بودند نو شمبلیله دوز 5 تا 30 میلی گرم با هر وعده غذا یا 15 تا 90 میلی گرم با یک وعده غذایی به صورت روزانه این دانه های غذایی عمدتا در غذاهای هندی مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند در کاهش قند خون موثر باشند مطالعات انجام شده بر روی انسان ها و حیوانات نشان دادند که شنبلیله در میزان انسولین نیز تعادل به وجود می آورد و در کاهش میزان کلسترول مزر نیز موثر است در این هم می تواند مقادیر فراوان فیبر موجود در این دانه ها باشد. به علاوه با دارا بودن آمینو اسید می تواند در آزاد کردن انسولین نقش داشته باشد. در گسترده ترین مطالعات انجام شده بر روی 60 نفر به هر کدام روزانه 25 میلی گرم شنبلیله داده می شد و پیشرفت فراوانی در کنترل سطح قند خون آنها مشاهده شده بود. 10. جینسینگ دوز رایج یک تا سه گرم در روز و به صورت کپسول یا قرص این ماده برای افزایش سیستم ایمنی بدن و مبارزه با انواع بیماری ها شناخته می شود. پجوهش های انجام شده بر جینسینگ که به عنوان یک گیاه چینی شناخته می شود نقش آن را در درمان دیابت نشان می دهد. مطالعات ثابت کردن که جینسینگ می تواند در جذب کربوهیدرات نقش داشته باشد. به افزایش توانایی سلول ها برای جذب گلوکوز پرداخته و ترشح انسولین در قدرت پانکراس را نیز افزایش دهد. گروهی از دانشمندان دانشگاه تورنتو بارها بارها بر نقش این ماده در کاهش 15 تا 25 درصدی قند خون در مقایسه با مواد مشابه اشاره کردند. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. تا ویدیوهای بعدی ما در کانال فارسینت خدا نگهدار.